در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا خبرهایی از افزایش امیدها در مذاکرات وین، تازه ترین تحولات بحران اوکراین، تلاش پلیس کانادا برای پایان دادن به اعتراض کامیونداران و چند خبر دیگر را مرور میکنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 30 اسفند شمار مبتلایان کرونا در جهان به مرز 423 میلیون نفر نزدیک شد. تعداد قربانیان به مرز 5 میلیون و 900 هزار نفر رسید و تعداد افراد بهبود یافته از 347 میلیون نفر فراتر رفت. شمار مبتلایان آمریکا روند کاهشی خود را حفظ کرده و به کمتر از 110 هزار نفر در روز رسیده. اما سازمان کنترل و پیشگیری بیماری ایالات متحده اعلام کرده شمار واقعی مجموع قربانیان کرونا در آمریکا 1 میلیون نفر بیشتر از آمار رسمی است. در هند هم با ادامه روند کاهشی میزان ابتلا شمار مبتلایان روزانه این کشور روز جمعه به حدود 22 هزار نفر رسید. همچنین ژاپن روز جمعه با ثبت 253 فوتی بیشترین شمار مرگ و میر روزانه خود از ابتدای همه‌گیری را ثبت کرد. شمار مبتلایان روزانه کره جنوبی هم روز جمعه برای نخستین بار از مرز 100 هزار نفر فراتر رفت. همزمان با کاهش شناسایی مبتلایان جدید در استرالیا، نیوزلند با موج گسترده و بی‌سابقه کرونا روبرو شده است. افزایش امیدها در مذاکرات وین. با بروز نشانه‌های مثبت در مذاکرات احیای برجام در وین، وزیر امور خارجه گفته بر اساس ابتکارات ایران به یک توافق خوب و دستیافتنی در این مذاکرات بسیار نزدیک شده ایم. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل نیز در دیدار با حسین امیرعبداللهیان در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ گفت منتظر حصول یک توافق مورد قبول برای همه طرف‌ها در وین هستیم. جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید هم از پیشرفت قابل توجه در مذاکرات خبر داده و میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی هم گفته این مذاکرات میتواند در ماه جاری میلادی با موفقیت به پایان برسد. تازه‌ترین تحولات بحران اوکراین. رئیس جمهور آمریکا با قطعیت مدعی شده ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، تصمیم دارد طی روزهای آینده به اوکراین حمله کند. جو بایدن همچنین گفته روسیه در این حمله کیف، پایتخت اوکراین را هدف قرار خواهد داد. با این حال بایدن بار دیگر بر لزوم بکارگیری دیپلماسی برای حل بحران اوکراین تاکید کرده است. روز جمعه جدایی طلبان شرق اوکراین که کنترل منطقه دونباس در دو استان دونتسک و لوهانسک را بر عهده دارند، از تخلیه غیر نظامیان این منطقه به روسیه خبر دادند و علت این تصمیم را حمله احتمالی اوکراین به این منطقه عنوان کردند، ادعایی که از سوی کیف رد شده است. همچنین با وجود اعلام مسکو مبنی بر عقب نشینی نیروهای روس از شبه جزیره کریمه، مقامات اروپا و آمریکا از افزایش این نیروها در مرز روسیه و اوکراین به 190 هزار سرباز خبر دادند. با این حال سخنگوی کرملین گفته عقب نشینی نیروهای روس از مرز اوکراین ادامه دارد، اما زمان بر خواهد بود. آغاز کنفرانس امنیتی مونیخ بدون حضور روسیه. کنفرانس امنیتی مونیخ که به عنوان مهمترین کنفرانس امنیتی جهان شناخته می شود، ظهر جمعه و بدون حضور روسیه در آلمان آغاز شد. سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، از شرکت در کنفرانس مونیخ 2022 خودداری کرده و دولت روسیه اعلام کرده این نشست بیطرفی و علاقه اش به دیدگاه کشورهای دیگر را از دست داده است. مناقشه اوکراین و روسیه موضوع اصلی کنفرانس امنیتی مونیخ در سال جاری است. تلاش پلیس کانادا برای پایان دادن به اعتراض کامیونداران. پلیس کانادا برای پایان دادن به اعتراضات ادامه دار ضد واکسیناسیون در اتاوا، پایتخت این کشور، روز جمعه حدود 100 معترض از جمله دو سازمان دهنده اصلی این اعتراضات را دستگیر کرد. این اعتراضات حدود 3 هفته قبل و با اعتراض گروهی از کامیونداران در مرز کانادا با آمریکا آغاز شد. آنها خواهان پایان یافتن مقررات سختگیرانه کانادا در ارتباط با واکسیناسیون کرونا، به ویژه واکسیناسیون اجباری رانندگان کامیون هستند. جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، چند روز قبل در واکنش به این اعتراضات برای دومین بار در تاریخ این کشور وضعیت اضطرار ملی اعلام کرده بود. خروج اطلاعات طبقه بندی شده از کاخ سفید توسط ترامپ.
اداره بایگانی و اسناد ملی آمریکا تایید کرد که مقامات این کشور اسناد محرمانه و طبقه بندی شده ای را کشف کردند که دونالد ترامپ آنها را به شکل غیرقانونی از کاخ سفید خارج کرده است. اداره بایگانی و اسناد ملی آمریکا همچنین اعلام کرده که وزارت دادگستری برای رسیدگی به این موضوع وارد عمل شده است. سناتورهای دموکرات اعلام کردند خروج و پنهان کردن اسناد محرمانه دولتی توسط ترامپ جرم است و او باید در این رابطه پاسخگو باشد.